خودرویی که پشت سر من قرار داره یه تویوتا کورولا با موتور 1.5 لیتری که توسط معین خودرو داره عرضه میشه. سیستم تعلیق عقبش چند لینکیه و جلوش مکفرسونه. به نظرم این ترکیب میتونه یک فنربندی نرم رو داشته باشه همراه با هندلینگ خوب. این خودرو در سامانه یک پارچه تقریبا 2.2 میلیارد قیمت داره. موتورش 120 اسب بخار قدرت و 150 نیوتن متر گشتاور داره. زیاد بالا نیست ولی چون که تنفس طبیعیه، خب با بنزین ایران و با شرایط ایران احتمالاً سازگاری داره. یه گیرباکس سی بی تی داره، سی بی تی هوشمند ساخت تویوتا رو داره. یه ذره متفاوت با اون سی بی تی هایی که الان چینیا دارن تو ایران استفاده میکنن و پیشرفته تره و خب به هر حال ما اینجا کیفیت تویوتا رو داریم. پشت سر من کورولا با موتور 1.2 لیتری توربو 4 سیلندر قرار داره. از نظر ظاهری دیلایتاش با نسخه 1.5 لیتری فرق میکنه و همچنین رینگ هاش. قدرت موتورش 116 اسب بخار، تقریبا 4 اسب بخار کمتر از 1.5 تنفس طبیعی، ولی گشتاورش حدود 36 نیوتن متر بیشتره، 186 نیوتن متر گشتاورشه، پس میتونه که خودروی بروتری باشه. اگه از من بپرسین که کدوم رو انتخاب میکنم، من اون 1.5 لیتری رو انتخاب میکنم. تنفس طبیعی تون با بنزین ایران مشکل کمتری پیدا میکنه، ولی اگر دنبال اینید که یه ذره ماشینتون بروتر باشه، این گزینه بهتریه چون که گشتاورش بیشتر از نسخه 1.5 لیتری 3 سیلندر تنفس طبیعیه. تازه وقتی سوار این خودرو میشین، با وجود همه سادگی که داره و به قولش معروف شاید حتی فقر آپشن، ولی میفهمین که چرا کورولا پرفروش ترین محصول تویوتا است. به خاطر اینکه همه چیش رو درست طراحی کردند و تو این سالها هم خیلی خوب توسعه پیدا کرده. کورولا با اینکه پرفروش ترین محصول تویوتا هست، توی نسخه قبلی چندان زیبا نبود، ولی الان توی این نسخه ای که 2023 هست و اینجا هم آوردن برای فروش، میبینید که طراحی چقدر بهتر شده و کاملا پخته شده. دقت کنید اون شلوغ بازی های خودروهای چینی تو این خودرو وجود نداره، ساده است، الکی اینجا رو پر از طرح نکردن. این باعث میشه شما اگه تصادف کنید خرجتون اونقدر بالا نره. البته خب تو ایران قطعاتش گرونه، ولی در آوردن این فرم خیلی راحت تر از فرم های کسی که خودروهای چینی دارن استفاده میکنن. در عین سادگی خودرو زیبا هم شده. من این فرم دیلایت هاش هم خیلی دوست دارم. حالا بیاین از کنار خودرو رو نگاه کنید. یکی از مشکلاتی که اکثر خودروهای چینی دارند، وقتی که بغل به خودرو نگاه میکنی خودرو هویت نداره، ولی اینجا رو نگاه کنید، از کنار که به خودرو نگاه میکنیم کاملا با یه خودروی با هویت طرف هستیم. این خط هویتی خودرو جای درستی کشیده شده. باز با اینکه رینگ ها 16ن، نگاه کنید که به بدنه خودرو میان. شما تو خودروهای چینی اگه دقت کنید ممکنه حتی از رینگ 17 یا 18 استفاده کرده باشن، ولی اصلا به بدنه بغل خودرو نمیان و حتی به نظر کوچیک میاد اون رینگمون. ولی اینجا با اینکه 16 است کاملا متناسبه و طراحی بغلش هم واقعا زیباست. حالا ببینیم پشتش رو ببینیم. پشت خودرو یه جورایی میتونم بگم حتی از جلوی خودرو هم زیباست. که از سختی های کار طراحی همیشه طراحی با هویت یک خودرو در عقب و اینه که تناسب داشته باشه، یعنی جلو عقب و کنار تناسب داشته باشه. اینجا شما کاملا تناسب رو میبینید، هیچ ایرادی نمیشه گرفت به طراحی خودرو. تمام درس ها درسته، مونتاژ ها درسته، تمام قطعات درست مونتاژ شدن و تولید شدن. شما اگر برین کنار خودروی چینی وایسین متوجه میشین که این گپ ها هیچ کدوم درست نیست، ولی اینجا باید فکر کنم کولیس بذارین تا ایراد مونتاژ رو بتونین پیدا کنین و با چشم اصلا نمیشه متوجه شد. داخل کورولای 1.5 لیتری نشستم. خودرو آپشن هایی که مورد نیاز هست برای امنیت سرنشین ها رو داره. یک نمایشگر نچندان بزرگ اینجا استفاده شده که کیفیتش هم خوبه و نکته ای که به نظر من جذابه اینه که ما برخلاف خیلی از
خودروهای چینی که همه چی رو در نمایشگر قرار دادن، اینجا یک سری دکمه فیزیکی هم برای تنظیمات گذاشتن. این خیلی چیز خوبیه، چون به عنوان مثال خودروهای چینی میبینید که کلا اینجا LCD شده، ولی LCD و نمایشگر کیفیت تاچ مناسبی نداره و بعد مثلا شما میخواین صدا رو بالا پایین کنین یا مثلا تهویه هوا رو تنظیماتش رو چیز کنین، کار نمیکنه، حواستون رو موقع رانندگی پرت میکنه و ممکنه تصادف کنید و کسی هم که اینجاست واقعا اذیت میشه. ولی اینجا قشنگ دکمه فیزیکی سر جاشه، شما هر چیزی که دوست داشته باشین میتونین از نمایشگر تغییر بدین و هر چیزی رو که میخواین میتونین از دکمه فیزیکی استفاده کنین. فرمون خودرو هم با اینکه خیلی ساده است ولی فرم خوبی داره. پشت آمپر خودرو یه جورایی تلفیق آنالوگ و دیجیتال هست و طراحی مناسبی داره. دید خیلی خوبی دارید به جلوی خودرو، دید عقب خودرو هم خوبه، دید آینه ها خوبه. چیزی که کمتر توی خودروهای چینی میبینیم، وقتی که نشستم روی صندلیش حس و حال نشستن روی صندلیش هم واقعا خوبه، صندلیش واقعا با کیفیته و بدن منو در بر گرفته، همه چی کاملا چفته. میگم خبری از چرم نیست، اینجا پارچه‌ای صندلیامون، حتی این زیر آرنجی هم پارچه‌ای، سلکتور دندم باز از یک پلاستیک سفت استفاده شده و خبری از چرم نیست. اینجا یک جا برای شارژ گذاشتند. 9 تا کیسه هوا داره که یه دونه هم کیسه هوا برای زانو تعبیه کردند. رادار جلو داره، دوربین عقب داره، ولی رادار جانبی و دوربین 360 درجه نداره. ازشون که پرسیدم چرا این امکانات رو روی خودرو نذاشتن، گفتن که چون قیمتش بالای 20,000 دلار میشد و اون وقت نمیتونستن واردش کنند. به نظرم محدودیت خیلی بدی گذاشتند و دارن مردم رو از خودروهای خوب محروم میکنن. شاید اگر این محدودیت 20,000 تایی وجود نداشت، این خودرو رو میشد با موتور بهتر، پرحجمتر، قدرت بهتر و آپشنهای بیشتری عرضه کرد. داخل تویوتا کورولا با موتور 1.2 لیتری نشستیم. یک کمی با نسخه 1.5 لیتری متفاوت، فرمونش چرم مصنوعیه و اینجا هم دوخت و اینه استفاده شده. طراحیش خب یه پله بهتر از اونه به خاطر اینکه از مواد یه ذره متنوع‌تری استفاده کردن، ولی اصول طراحی همونه. صندلیمون هم یه صندلی چرمه، دربرگیریش هم واقعا خوبه، خودرو دید خوبی داره و گزینه خیلی مناسبی هست اگر میخواییم بخرین. به نظرم توی این کلاس این خودرو چه با موتور 1.5 لیتری چه با 1.2 گزینه مناسبیه. شیفتر دندش هم چرمی شده و حالا حس بهتری توی رانندگی به شما میده. این قسمت، این بالا برای خاموش کردن ESP دکمه رو قرار دادند. یه دکمه داره که شما میتونید مود اسپورت رو انتخاب کنید. گفتم گشتاور موتور بیشتره و 186 نیوتن متره. اینجا یه قسمتی گذاشتم برای شارژ باتری و دوتا هم جا گذاشتم برای لیوان. همه چیه خودرو درست طراحی شده، دیدش، حس نشستنش، حس پشت فرمونش. و درسته که موتور 1.2 لیتری 4 سیلندره، ولی موتوریه که تویوتا طراحی کرده. خیلی از موتورهای تویوتا بیشتر از 1,000,000 کیلومتر کار میکنن و باز میشن و تویوتا و کیفیتش و خیلی از استراتژی‌های تولید صنعتی و استراتژی کنترل کیفیت رو تویوتا است که به جهان دیکته میکنه. در نسخه 1.2 لیتری توربو برخی جاها داخل خودرو تغییر کرده، مثلا اینجاها رو از مشکی پیانویی استفاده کردن، همچنین دور سلکتور دندان هم از مشکی پیانویی استفاده کردن. صندلی ها هم طرح چرمه و عجب فرم زیبایی داره صندلی هاش. ببینید این فومش کیفیتش واقعا مناسبه. اینجاها مثلا تو خودروهای چینی وقتی شما فشار میدین خیلی راحت میره تو، ولی نگاه کنید چقدر چفته. و این تفاوت یه خودروی چینیه با یه خودروی ژاپنی، اونم از نوع بهترینش. درست آپشن نداره، درست کم آپشنه، ولی واقعا میارزه به 10 تا خودروی چینی. شاید خیلی ها بهتون بیان بگن که خودروهای چینی به خودروهای ژاپنی رسیدن و مثلا الان چری با تویوتا محصولاتش توی یک سطح قرار دارن. اگر همچین چیز رو شنیدین که اومدن مثلا تویوتا رو با چری یا لکسوس رو با چری مقایسه کردن، حتما دارن یه جای کار
به شما دروغ میگند. این خودرو پرفروشترین محصول تویوتا است و یکی از خودروهای اسطوره‌ای تاریخه که همه چیش درست طراحی شده. قبلا شاید طراحی برخی از قسمت‌های خودرو، مثلا جلوی خودرو یا داخل خودرو، جذاب نبود، ولی الان میتونم بگم حتی طراحی داخل و بیرون خودرو هم در نسل‌های جدید کرولا جذاب شدن. قبلا خودروهای تویوتا میشد گفت نسبت به رقباشون زیاد خوشگل نبودن، ولی الان حتی داخل خودرو رو خیلی جذاب کردن. یعنی علاوه بر کیفیت، درست بودن طراحی و قدرت موتور مناسب و مهندسی مناسب، ما الان طراحی دلنشینی رو داریم. من الان با طراحی داخلی این خودرو خیلی حال میکنم و به نظرم گزینه خیلی خوبیه. نسخه که الان نشستم توش با موتور 1.2 لیتری 9 تا کیسه هوا داره، مثل نسخه 1.5 لیتری، و کیسه هوای زانو هم داره. ببینید چیزهایی که لازمه و قراره که امنیت شما رو حفظ کنن نظر آپشن گذاشتن، و باقی چیزها داستانه.